بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. خب عزيزان، أولا باید بگم که حضرت زهرا صلوات الله علیها به عنوان یک معصوم و متصل به غیب، فضائل او از حد و حس خارج است. اینو دیگه با عقیده عرض می کنم، شما هم می دونید. چی میشه گفت؟ آقا اونها که یه مختصر نوری از اینا گرفتن، گاهی وقتا حالات بغرنجی دارن، خدای من می دونه. بله، یه وقتی یکی از بزرگان یه چیزی از آقای قاضی دیده بود، به پری صورتش اشک میریخت، میگفت پس این قاضی، پس فاطمه زهرا کی بوده، پس امیرالمومنین چی بوده. همین واقعیتی است. اینا یه نور از اون گرفتن به این درجه رسیدن. حالا بنده عرض کردم قطره های از دریا از فضائل میگم. خدمت شما عرض میشود که ابن اسیر جزری از بزرگان علمای اهل تسننه. ایشان صحاح سته اهل تسنن را جمع کرده و در یک کتابی اسم اون را گذاشته جامع الاصول فی احادیث الرسول. در جلد نهم اون کتاب که دیگه مورد قبول همه اهل سنته، اونجا مختصر فضائلی را گفته. یکیش این است، اینو دقت بفرمید عزیزان. میگه کانت کلما دخلت على ابیها قام الیها، یعنی هر وقت، هر وقت یعنی چی؟ بدون استثناء، هر وقت حضرت زهرا وارد حضور پدر میشد، پدر جلوی پای او بلند میشد. نکته ادبی چیه؟ یه قانون ما داریم در لغت به نام تضمین. اینو خیلی مختصر بگم براتون رد بشه. یه تضمین در شعر داریم که شعرا بعض اشعار رو تضمین میکنن، نه اون یه فن دیگریست. این عرض بنده ناظر به تضمین لغویه. ما در لغت تضمین داریم. یعنی چی؟ تضمین به این میگن که یه لغتی را با حرفی متعدی میکنن که نباید میکردن. دقت کردید؟ که تا یک معنایی را به اون اشراب بکنند. مثلا یه نفر دشمنش نفرین میکنه، خب یه وقت میگه قتل الله عدوی، خدا دشمنم بکشه، چیزی نیست. یه وقت میگه قتل الله عدوی عنی، یه عن میاره. چرا؟ معنای ابعاد و دور ساختن رو بخواد اشراب کنه، به این میگن تضمین. یعنی قتله الله مبعدن ایاه عنی، او رو بکشه که از من دور بشه. حالا مثال خیلی زیبا و ساده، عینا یشربو بها عباد الله،
تو سوره مبارکه هل اتاست، طلبه بودیم ما درس میخوندیم و طلبه ها میدونن. به قول یکی از اساتید من اعلی الله مقامه میگفت که خب خدا بلد بود بگه که از اول بگه منها، چرا گفت بها؟ این تضمینه، یعنی یشرب و یتلذذ بها، اینجا می نوشد و لذت می برد. حالا دیگه بیشتر از این نمیگم. حالا در این حدیث جامع الاصول تضمین رو براتون بگم. اگر کسی، عزیزان، خواهران، برادران، به احترام کسی از جا بلند شد، میگن قام له، برای خاطر او بلند شد، اما میگه قام الیه، تضمین معنای استقبال و پیشواز رو در بردارد. قام الیه یعنی بلند شد، دو سه قدمم رفت، اینجوریه. دقت کردید؟ یه تضمین معنای استقبال هست. کانت کل ما دخلت علی ابیها قام الیها، یعنی بلند شد، ها دخترم. پیغمبر اکرم دو قدم استقبال میکرد از حضرت زهرا، خوش آمدی، ببینم، ببینم. خیلی حرفا هست اینجا. فضائل حضرت بی حد و حصره. این شعر اون سید رو براتون دو سه جمله تفسیر کنم، حیفه. بالاخره این شبها دور هم می‌نشینیم به یاد حضرت زهرا، انشالله ذخیره ای ما باشد انشالله. از بهترین شعرهایی که برای صدیقه کبرا گفته شده، اگر نگیم بهترین شعر، از بهترین شعرها، مرحوم آیت الله آقا سید محمد جمال هاشمی گلپایگانی رضوان الله علیه، آیت الله العظما حاج آقا جمال، میدونید که حاج آقا جمال گلپایگانی از مراجعی بود که بین علم معرفت رو جمع کرده بود. اینا بزرگانی بودن جمع بین علم معرفت کردن. حالا اینا بباشت، حاج آقا جمال گلپایگانی از این مقوله بود. ایشون آغازاده هایی داشتن، من با بعضیشون دوست بودم، بیدم، ولی آسد محمد که صاحب این شعر است، ایشون رو زیارت نکردم. مرحوم پروین اعتصامی رحمت الله علیها، ایشان وقتی که، این پروین اعتصامی رو میگم، وقتی آیت الله سید محمد جمال، این شاعر بزرگ، میمد ایران، پروین وقت خصوصی میگرفت و میرفت پیشش و بعضی از شاید راز و رمز شعر را پروین اعتصامی از سید محمد یاد میگرفت و اینو هیچ کس نمیدونست، تعارف نداریم. این سید بزرگوار، سید محمد، آقازاده آیت الله سید جمال، این شعر را گفته که مانند اینا گفته نشده. یه مختصری از اینا بنده تفسیر میکنم، مفصل البته، چون شاعر عالم بوده. حالا کل حال این شعر اینطور شروع میشه، تا اونجا که دو سه بیت براتون بگم، واقعا نظیر نداره. میگه که شعت فل الشمس تحکیها ول القمر، خیلی علمیه، زهراء من نورها الاکوان تزدهر، میگه نور زهرا سلام الله علیها از جنس نور خورشید و ماه نیست، که توجه کردید این نور بسید نور چراغ باشه، نه، ببین این یه نور خاصیه. در گذشته به عزیزان گفته باشم که در معارف الفاظ ما کم داریم. بزرگان ما که یه وقت به سوی غزل پناه بردند و تغزل کردند، به خاطر اینکه الفاظ کم بوده، گفتن ها بلکه مثلا با یه چیزای دیگه مطلب رو برسونن.
نور حضرت زهرا، نور پیغمبر اکرم، نور امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون، اینا نورایی نیستن که نور امام زمان علیهم السلام که مثلا بگیم که مثل نور لامپ، نور خورشید، نور شمس. نه آقا، ببین شعت فل الشمس و تحکیها ولا القمر. اما چه نوری؟ زهرا و من نور هل اکوان و تزدهر. اما این نور به تمام جهان میرسه. این نور چیه که نمیبینن؟ آخه نور اینا قابل رؤیت نیست. این نور را ما، این چه قابل رؤیته، اسمشو میذاریم نور کاشف. یعنی نوری است که کشف میکند از اون نور نامرئی. همین اندازه بیشتر عرض نمی کنم. پس اینطور شد، زهرا و من نور هل اکوان و تزدهر و بنت الخلود لها الاجیال خاشعتن ام الزمان الیها الامر ام الزمان الیها تنتمی العصر سمت عن الافق لا روح ولا بشر وفاقت الارض لا جن ولا بشر. دقت کردید؟ روح الحیات فلولا لطف عنصرها. این خیلی سخت اینجاست دیگه، نمیشه حرف زد. اولین نور صادر شد، نور پیغمبر اکرم بود، همه چیه هم واسطه همه خیرها اون نور بود. خب اون نور با نور حضرت زهرا چه فرقی داره؟ فرق داره با هم؟ ببین سمت عن الافق لا جن ولا ملک و فاقت الارض لا روح ولا بشر. ها الله اکبر. روح الحیات فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بیننا الارواح و الصور. حالا اینه بگی تفسیر نکنی، میگن آه این چیزه قلوبه. میگه نور حضرت زهرا اگه نبود ارواح و صور آشتی نمی کردن. خب بله، اگه بی مقدم این حرف بزنی کسی متوجه نمیشه، پا میشه ممکنه متهمت هم بکنه، بگین قلوب بابا. نه بابا، تو را خود از زهرا درست بشناسی. ببین چه مقامی داره. میگه این خانم اگه نبود ارواح و صور آشتی نمی کردن. یعنی چی؟ حالا میگم براتون انشالله. تو را خدا با این فضائل و یه فضیلت های جعلی بسازن بگن آدم دلش میسوزه. آخه خانم به این عظمت حیف نیست که فضیلت برش جعل بکنن؟ و تو شما بگی 100 سال روی منابر گفته شد که پیغمبر اکرم نشسته بود با فاطمه زهرا، نابینایی وارد شد، حضرت زهرا رفت چادر سرش کرد، اینا پایین آوردن حضرت زهرا. والله اینا فضیلت نیست، هر کس ساخته خود ازش نگذره. اما این منابر چرا گفته میشه؟ رفت چادر سرش کرد، پیغمبر فرمود دخترم این نابیناست، این تو رو نمیبینه. گفت خب من که او را میبینم. چه حرفی شد مثلا؟ یعنی آدم کسی بخواد نبینه چادر سرش میکنه؟ خب روش میکنه اونور. تو رو خدا شما بگید اگه تو بخواهی کسی نبینی چه دوست میکنی؟ عجب، این شد فضیلت؟ ببین فضیلت نیست، نه اینه پایین آوردن حضرت زهراست. یه پزشکیه پیوند قلب میکنه، حالا میگیم که ایشون چگونه پزشکیان. تو را خدا اینا را گوش بدید، اینا را نمیگن، من گوش تلخی میکنم میگم. حالا این پزشک رو میخواییم وصفش کنیم، آه این پزشک چه پیوند قلب میکنه ها؟ میگیم که ایشون چطورن؟ میگه ایشون بلدن آدرس بخونن. این فضیلت این پزشک شد الان؟ تو بگو بلش کن. این حضرت صدیقه روح حیات است، اگر او نبود، نور او نبود، ارواح و صور آشتی نمی کردن. خب قلوب کرده؟ مگه تو خودت معتقد نیستی که
اول ما خلق الله نور پیغمبر اکرم است. ها خب این نور با نور از ذره چه فرقی داره؟ آقا این سقف 14 تا روزنه داشته باشه، آفتاب وقتی که طلوع میکنه از تمام این روزنه ها نور میتابه. تو رو خدا این نور با این یکی فرق داره؟ یه خورشیدم پشته. عجب. پس پیغمبر اکرم که میگه اول ما خلق الله نور و نبی یک، گفت پیغمبر شما را ای مهان چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا بر میکنید، جز از کل دور شد مردار شد. ای وای، این دست ببینی چقدر احترامش میکنی، حتی نمیذاری خراش بهش بیفته، خدا نکرده زبونم لال، اگر این دست از بدن جدا شد دیگه مردار. ببرید آقا ببرید، کسی دست بهش بزنه باید بره قسط کنه. ها، جز از کل دور شد مردار شد، کسی از علی دور بشه مردار میشه، از صدیقه کبری دور بشه مردار میشه، از پیغمبر اکرم دور بشه مردار میشه. پس اونجا چرا نور نبوت که باعث خیر شد، واسطه هر خیر شد، چرا قبول داری؟ اینجا قبول نداری؟ این نور فاطمه همینه دیگه. اینجا این سید محمد جمال قلوب نکرده، روح الحیاته. فلولا لطف عنصرها لم تعتلف بیننا الارواح و الصبرو، اما آقایون و خواهرها بیت القصیدش اینجاست. ببین میگه اصلا حضرت زهره میخوای تعریف کنی، بهتر از این دیگه نمیشه. آی خدا جزای خیر بده سیدو. گوش بدید آقایون عزیزان خواهرها، هوت، هوت یعنی چی؟ یعنی حاوی. حاوی یعنی چی؟ در بر دارنده. میگن این محتوی فلان چیزه، یعنی چی در بر داره؟ هوت مؤنث، چون برمیگرده به حضرت زهرا. هوت خلال رسول الله اجمعها. عجب. آقا حضرت زهرا چجوری میخوای وصفش کنی؟ اینا رو رها کردن و نابینا اومد چادر سرش کرد، آن یکی میگه بچه رو تربیت کرد، آخر آدم خدای من کجا برم از دست اینا؟ اینجوری تعریف میکنه این سید، مثل این سید. حوت خلال رسول الله اجمعها لولا الرسالة ساوا اصله الثمرو، میگه تمام صفات پیغمبر رو داشت حضرت زهره، منتها پیغمبر رسالت داشت، رسالت بالاترین مرتبه است، اون دیگه سید عالمه، آقای عالمه. میگه اگر اونم نبود این درخت، گوش بدید چه دقیقه ها، لولا رسالتو ساوا اصله الثمرو، اگر این رسالت نبود این درخت یعنی پیغمبر این ثمر، این از ذره یکی میشدن با هم. سبحان الله، عجب زیبا گفته. بنت الخلود لها الاجیال خاشعت، به ام الزمان الیها تنتمی العصر، اصلا دیگه در تمام عالم نظیرش نیامده. حالا اینجا اسراری هست بگذرم، اما این دعا که شبا میخونم آقایون خواهران بدانید بنده قابل نیستم، ولی در این مطالعات ناقابل عرشی تر از این دعا هنوز پیدا نکرد. چرا؟ آخه چرا؟ این انشاء، ببین این دعا، انشاء مولای عالم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است. خیلی زیباست این دعا، دقت در مضامینش میکنید؟ اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى. چقدر این خانم بزرگ بوده، 11 امام بعد از نسل او باشد، و
و حلیلت صاحب اللواء همسر امیر المومنین سلطان اولیاست. یا الله و الکریمت عند الملأ الاعلى. اون ملأ اعلا میدونن حضرت زهرا کیه، اونجا میفهمن به اندازه خودشون. بعد میگه فصل علیها و علا امها. آقا دیشب گفتم اگر حضرت ابو طالب علیه السلام نبود و حضرت خدیجه سلام الله علیها نبود، یک لا اله الا الله به دست ما نمیرسید. اون وقت اصلا حضرت خدیجه رو ذکر نمی کنن، نمیدونم چرا. حضرت ابو طالب در محافل با ذکر نمی کنن، باید زیاد ذکر بکنن. دیوان حضرت ابو طالب از نسخ عتیق الحمدلله پیدا شده، چاپ شده، در عراق زحمت کشیدن چاپ کردن، خیلی زحمت کشیدن، اما من یک جله از اونا دارم. دیوان سید الاباطح مولانا حضرت ابو طالب دیوانش راوی داره، عراقی ها متوجه نشدن راویشو بنویسن. من خیلی دلم سوخته. چی راویشون؟ این شنیدنیه. راوی دیوان ابو طالب دو تن از نواده های حضرت قمر بنی هاشمه. به طور خدا چه تماشایی. راوی دیوان دو تن از نواده های قمر بنی هاشمه، که حضرت قمر بنی هاشم اولاد خیلی نسل درخشان داشته. من در منابر گفتم آقا من ناراحت میشم اینا گفته نمیشه. خدا را شاکرم، من قابل نیستم، اینا بیت کرمن، امیدم که اینا شب اول قبل در برزخ به دادم برسن. کسی قبل از من روسیا اولاد قمر بنی هاشم رو ذکر نکرده بود، اینا را بندت معمول کردم. اینا باید به صحبت کشیده بشه، مردم بشنون. حضرت قمر بنی هاشم عالم بود، آقازاده هاش عالم بودن، نسل درخشان داره. بنابراین حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه باید خیلی یاد بشه از اینا. اینا ولی نعمت ما هستن، اینا نبودن ما دین نداشتیم. الان میگه فصل علیها و علی امها، بر مادرش میگه خدیجه. چطور میشه؟ این خیلی زیباست. صلاتن تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله. میگه با این صلوات که بر خدیجه سلام الله علیها میفرستین، وجود نازنین پیغمبر اکرم رو احترام میکنید. چقدر زیباست. خیلی آقا ببینید، تشیع خیلی نعمت بزرگی است، ولی اشتباه نکنیم. تشیع اصولی داره، حساب کتاب داره. حالا نمیخوام من بعض حرفا رو بزنم. الان شبکه های درست شده، یه شبکه های فقط یه جمله میگم رد بشم. 25 سال پیش میشنیدم که میگفتن جاتون خالی پشت دیوار بقی توسل کردیم. میگفتم وهابیت به عشق شما نامحرم بود، نباید این کار میکردید. الان ما رسیدیم به این حرف. اصلا ما نمیدونم چی کار میکنیم. ما پشت دیوار بقی جلی وهابیت هم گریه میکنه، عشق سمی چی نمیکن. یه گوش تلخ باید پیدا بشه مثل من اعتراض کنیم. باید جریت جایی دیگه باید بکنی. آقا بعضی کار مال به حافظ خصوصی شیعه است. مردم فکر میکنن که تشیع یعنی این. تشیع یعنی که تمام اسرار اهل بیت همینطور ولو کنی در تمام دنیا. این معنی تشیع نیست. الان بعضی شبکه ها درست شده به ظاهر برای یاری تشیع، اما به فاطمه زهرا قسم به موازات وهابیت به شیعه صد نمیزنند. من دیگه نمیخوام وارد بحث بشم. اینا از حقوق بگیرن، اینا حقوق دریافت میکنن. نمیدونید بدونید. بله حقوق میگیرن، اینا جا دادن، مکان دادن. آقا چطور شده که ما رفته بودیم 25-6 سال پیش رفتم اتریش، اونجا در وین
ایرانیان شیعه هم خواستن یه مسجد بخرن. آقا هر کجا میرفتیم میفهمیدن ما شیعه ایرانی هستیم مسجد نمیفروختن. اما رفتیم دیدیم در کنار رود دانوب سعودیا مسجد دارن، در کنار رود دانوب حتی بودایی معبد دارن. به چشمم رفتم دیدم بودایی در کنار رود دانوب معبد داشت، سعودی مسجد داشت، اون معبد داشت. اما اینا میفهمیدن ما شیعه ایم ایرانی. الحمدلله البته خدا مرحمت کرد، خدا میخواست که بالاخره به نام من ناقابل تمام بشه، من که قابل نیستم. موفق شدیم مسجدم خریدیم. البته بهتون بگم آره هر بیشه گمان مبر چه خالیست. یکی پیدا شد آمد، یه جوانی بود اومد دعای کمیل داشتیم تو سفارت شبای جمعه، یه جوانی بود آقا ما هم مسجد بخریم، گفت من متکفل میشم. آفرین. و من ما رزقناهم ينفقون، اینجوری انفاق میکنن. بعضی دو تومن خرج میکنم میرم به همه میگم. این جوان آمد جز روبری من، گفت من متکفل مسجدم. دستت درد نکنه، پولودار دیگه خرید. اینو میخوام بگم ما جون کندیم یه مسجد بخریم. الان چطور شده اینا میرن در ممالک خارج همین شبکه ها آقا خیر مقدم بهشون میگن، بهشون جا میدن. به خدا من نمیخوام باز کنم بعضی چیزها را، از یه شبکه خبر دارم که چند میلیارد دلار فقط بهشون مکان دادن، فقط یه اتاق نیست، حریم دادن، درخت، آب، که شما اینجا حرف بزنید جنگ بیفته آدم بکشن ما حکومت بکنیم. یه دم نگاه میکنن نمیفهمن. من به شما بگم سابق میگفتن که آیکیوی فلان کسی بالاست نه فلان، بچه های تیزهوش امتحان میکردن این نابغه است اون فلانه. الان من دارم به شما میگم آیکیو میخوای بفهمی معیارش دشمن شناسی فقط. اون که حقوق میگیر از آمریکا از انگلیس شب میاد به ظاهر از تشیع حمایت میکنه، نشین پای تلویزیون بگو دمش گرم، اون دشمن توه. امروز دشمن شناسی هنره و دشمن بشناسی، منتها دشمن در قالبای مختلف ظاهر میشه. هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد دل برد و نهان شد. خلاصه این نعمت تشیع رو باید حفظ کنیم، قدردان باشیم، خدا ما را از اینا جدا نکند. از شفاعت صدیقه کبرا ای خدا ای خدا ای خدا جانم به قربانش. چه خد این خانم بزرگه، احمد ابن حنبل امروز در دنیا پیروان زیاد داره، اهل تسنن برادران اهل تسنن از حنابله پیروان او هستند. احمد ابن حنبل میگوید اسم حضرت زهرا آمد، پیغمبر فرمود من فدای زهرا بشوم. اینقدر این آمد. مادر حضرت مجتباست، مادر ابی عبدالله، مادر سید الساجدین تا آخر و بالاخره مادر امام زمانه. یه عده اینقدر جرأت دارن که آقا چی بگمش با امام زمان بازی میکنن. لا اله الا الله. اما یه وقت خودت خلوت کردی خودت، نه تو موبایل و فلان و از این بازی رو بریز دور، در خودت دفن کن، گوشه خونه نشستی یه جا از تای قلب بگو السلام علی المهدی، به به الذي وعد الله عز وجل به الامم. بابا این وعده خداست. این خودت ببین ظلم و جور دنیا را گرفته، حق اعتراض نداریم، فرمودن حرف نزنین، فقط دعا کنین انشالله که خدا ظهورش نزدیک کند. خب من عرضم تمام شد، یه صلوات بفرستین.